تدارک کمونیستی جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا با عنوان بحران کرونا و وظایف کمونیستها جهان از روزهای پایانی سال میلادی گذشته با ظهور ویروس ناشناخته ای به نام کرونا وارد دوران جدیدی شد در دوران متلاطم کنونی دورانی که بزرگترین جابجایی ها در تمام وجوه حیات اجتماعی بشر و در تمام کره خاکی در حال وقوعند جهان بیوقف شاهد رویدادهایی بزرگ است بحران کرونا در میان این رخدادهای بزرگ خود از برجسته ترین رخداد ویروس کرونا همه تضادهای آشکار و پنهان کل جهان معاصر را در حادترین و اوریانترین شکلی نمودار کرد و در معرض دید عموم مردم جهان قرار داد انسان پس از بحران کرونا دیگر همان انسان پیش از این بحران نخواهد بود این وضعیتی است جهانی که تا همین امروز نیز اکثریت عظیم کشورها با بیشترین جمعیت دنیا را درگیر خود کرده است و ابعاد جهانی آن هنوز نیز در حال گسترش است تمام شواهد پزشکی تا کنونی نشان میدهند که خود ویروس کرونا در شمار خطرناکترین ویروس های شناخته شده تا کنونی قرار ندارد و میزان مرگ و میر ناشی از آن در قیاس با مرگ و میر ناشی از بیماری های فراگیر بسیار ناچیز است تنها پنج بیماری فراگیر اصلی در جهان معاصر از سل تا مالاریا هر کدام بیش از دو هزار نفر را روزانه به کام مرگ می آنچه کرونا را متمایز می کند هم وحشت گسترش جهانی آن بدون به رسمیت شناختن مرزهای جغرافیایی و طبقاتی است و هم استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تضعیف و تخریب رقبا و دشمنان و بیرون راندن آنان از بازارهای جهانی از همین رو نیز هست که کرونا علی رغم خطر به مراتب کمتر مرگ بیمار از ظرفیت به مراتب بیشتری برای تخریب ساختارهای اجتماعی برخوردار است تخریبی که عواقب آن چه بسا از عواقب خود ویروس کرونا و بیماری کوید 19 زیانبارتر باشد برای ایران این بحران در زمانی واقع می گردد که کل جامعه و دولت در مقطعی سرنوشت ساز قرار دارند. بحران کرونا در سالی واقع می گردد که آغاز آن با خانمان برانداز ترین سیل دههای اخیر هم راه بود و پاییز آن با بزرگترین نارامی های اجتماعی چهاردهی اخیر و رویارویی نظامی با آمریکا با تمام عواقب آن. کرونا این چرخه سرگیجه آور جدال های عظیم اجتماعی را در زمستان تکمیل نمود تا سال 1398 به عنوان یکی از پرتشن نجترین سالهای تاریخ معاصر ایران ثبت شود. بحران کرونا برای ایران که در میانه جدالی سرنوشت برای تعیین تکلیف قطعی شکل نظام سیاسی اجتماعی آینده قرار دارد وضعیتی یگانه را به وجود آورده است. از یک سو تمام نابرابری های اجتماعی موجود را به فشرده ترین شکلی در عرصه حیاتی عرصه بهداشت و درمان و سلامتی جامعه در معرض دید همگان قرار داد و از سوی دیگر رابطه گسسته و در هم ریخته دولت و جامعه را باز هم تعمیق نمود بحران کرونا در عین حال تبدیل به عرصه دیگری شد که در آن همه نیروهای درگیر در جدال اجتماعی برای تعیین سرنوشت آینده ایران یک بار دیگر امتداد منطقی مشی و سیاست خیش را به نمایش بگذارند. نمایش حقارت آمیز دولت مستقر و رئیس جمهور منفور آن به همان اندازه جزی از روند تحولات بحران کرونا را تشکیل میداد که پرواز تنفرانگیز لاشخورهای انگل اپوزیسیون برانداز بر فلاز فلاکت اجتماعی و دست و پا زدنهای رقتبار هسته صلب نظام و جان کندن آن برای اعلام محدودیت زیارت اهرام متبرکه و ممنوعیت های قسطی نمازهای جمعه بحران کرونا در این حال نمایشی دردناک از بحران اقتدار نظم سیاسی در ایران نیز بود و هنوز هم هست دردناک از آن رو که در کران تا کران این نمایش خزننگیز هیچ نشانه مشهودی از آن نیروی امید بخشی نیست که جامعه بتواند به آن اتکا کند اما هر بحرانی در عین حال خود به معنای امکان زایشی نو نیز هست اگر در میان جریانات حاکم بر مقدرات جامعه این فلاکت است که خودنمایی می کند در بطن جامعه در کنار رضالت های تنفرانگیز مشتی سودجو و منفعت طلب این مقاومت است که شکل میگیرد. به همان اندازه که ناتوانی دستگاه دولتی حاکم آشکار می‌گردد به همان اندازه از دل جامعه نیروهایی سر کشند که تن به تسلیم به قضا و قدر نداده و به مقاومت در برابر آن خیزند مقاومت نه تنها در عرصه مبارزه با اشیائی ویروس کرونا بلکه همچنین در مبارزه با انحطاط اجتماعی انحطاطی که سرکوب خونین طبقه کارگر و کمونیست ها و سلطه سالیان طولانی هدونیسم و لذت جوی فردی به ارمغان آورده است انحطاطی که طبقات مرفه در حال تفریح و تفرج دائمی در داخل کشور و بلندگوهای گوشخراش آنان در استودیوهای لندنی و لس آنجلسی نمایندگان شاخص آنم. رفقا وضعیت کنونی وضعیتی است که هم تمامی تضادهای اجتماعی در آن در معرض دید آشکار جامعه قرار می گیرند و هم کلیت جامعه در مبارزه با طبیعت در گیر است پدیده ای از طبیعت که سرمایه داری هنوز قادر به تسلط بر آن و تبدیل آن به عرصه دیگری برای انباشت سرمایه و سودآوری نگردیده است این مشخصه مشترک لحظه کنونی برای تمام جهانیان است اما در ایران معلفه های دیگری نیز به آن اضافه می شوند که باید بدان پاسخ داد بحران اقتدار دستگاه دولتی و توان تخریبی دستگاه پروپاگاند جنگی براندازی سرنگونی طلبی امپریالیستی به همان اندازه جزئی از واقعیت امروز ایرانند که ابتکارات مستقیم تودعی و عدم تمکین به یک سرنوشت محتوم و تلاش برای فائق آمدن بر این روندهای تخریبگر جامعه این جامعه است که هنوز هم بقایای سنت های مبتنی بر همبستگی اجتماعی دوران های پیشین در آن بر جا مانده و جای خود را تماما به فردگرایی سرمایهداری نداده است و هنوز روح دمیده شده از انقلاب 57 نیز در آن زنده است مزیت و برتری جامعه ایران بر بسیاری از جوامع کرونا زده دیگر در همین روح تسلیم ناپذیری است که هم در تلاش های عظیم و طاقت فرسای انبوه انسان های در حال خدمت در عرصه پزشکی و کلیه خدمات مربوطه خود را به نمایش می گذارد و هم در ابتکارات تودعی در حال رشدی که در شهرها و محلات مختلف هم برای مهار شیوع ویروس و هم برای مقابله با پدیده منحت لذت جویی بی قید و شرط در جریان است این جامعه ایران است جامعه ای که علا رقم تمام مصیبت هایی که متحمل شده است هم اعتبار ایار بالایی از وجدان اجتماعی در میان بخش های وسیعی از دوده مردم را نشان میدهد و هم به انتظار رستگاری از سوی منجیان اکتفا نکرده و خود در موقع لزوم دست به عمل می زند. شرایط امروز شرایطی است استراری و مثل تمام شرایط استراری دیگر هم در برگیرنده مخاطراتی بزرگ است و هم وعیدی برای شکلگیری نطفه های نظمی نو اگر قرار باشد کمونیسم بتواند به عنوان نقد پایهای نظم معاصر و نیروی شکل دادن به نظم نو در جامعه ایران شانسی داشته باشد باید که در چنین شرایطی قادر باشد وظایف خطیر لحظه را درک نموده و بیدرنگ پاسخ به این وظایف را در دستور کار خیش قرار دهد این شاخص کمونیسم است و نه اعلام مجموعه ای از اعتقادات انتظایی. رفقا همچنان که پرورتاریا با انقلاب اجتماعی نه فقط خود بلکه کل جامعه را رها می سازد سیاست ورزی کمونیستی نیز باید بتواند همین خصلت رهایی بخش برای کل جامعه را در چنین لحظاتی بازتاب دهد حقیقتا نیز سیاست کمونیستی تنها سیاستی است که در لحظه کنونی می تواند به بهترین وجهی منافع عمومی جامعه را نمایندگی کند نه فقط از آن رو که مبارزه لحظه حاضر در مقابل شیوع ویروس را در دستور کار خود قرار می دهد بلکه همچنین از آن رو که بنیانهایی را مورد هدف خود قرار می دهد که اکثریت عظیم جامعه را در مقابل مسائب طبیعی بیدفاع می کنند کرونا یک ویروس فراگیر است که در اشاعش نه مرز کشوری به رسمیت میشناسد و نه مرز طبقاتی اما این فقط تا زمانی این است که داروی مهار و مداوای آن کشف نشده باشد به محض کشف این دارو آنگاه کرونا نیز مانند همه بیماری های دیگر واگیر باز هم قربانی خواهد گرفت اما نه از میان طبقات داراب و متمول بلکه از میان طبقات محروم جامعه همچنان که همین امروز سل و مالاریا روزانه هزاران قربانی از میان محرومین جوامع را به کام مرگ میکشند بی آنکه به تیتر رسانه ها بدر شوند همچنان که گرسنگی روزانه ده هزار نفر در جهان را به قتل میرساند، رساند بیان که خارج از کمیسیون های فرمایشی نهادهای جهانی سخنی از مبارزه با آن در میان باشد. بر این اساس لازم است که در هر دو عرصه هم در عرصه برملا کردن چهره طبقاتی نظم مسلط در تقابل با مسائب طبیعی و هم در عرصه تلاش برای قلبه فوری بر وخیمترین عوارز بحران کرونا اقدام نمود در عرصه مطالباتی اول شکی در این نیست که نظام پزشکی در ایران علا رقم توانایی های بالای علمی به عنوان نظامی خصوصی سازی شده و متکی بر سوداوری حتی پیش از بحران کرونا مسبب مرگ هزاران بیمار بوده است نظامی که نه فقط بیمارستان خصوصی بلکه همچنین بیمارستانهای عمومی نیز خدمات پزشکی خود را تنها در مقابل دریافت پول ارائه می دهند رفع این وضعیت و اشاعه گسترده مطالبه بهداشت و درمان رایگان و برابر در کلیه سطوح و ممنوعیت کامل پزشکی خصوصی امروز و در بحران کرونا نیز بیش از هر زمان دیگری ضروری است دوم لابی قدرتمند پزشکان در طبقات صاحب امتیاز جامعه حتی در شرایط خطیر کنونی نیز از به کار گرفتن امکانات وسیع بیمارستانهای خصوصی برای مقابله با بحران کرونا و قرار دادن این امکانات در اختیار عموم خودداری میکند آنجا که این امکانات در چنین جهتی به کار گرفته می شوند منحصرا در اختیار صاحبان و قدرت و ثروت قرار دارند خواست توده مردم محروم فقط میتواند این باشد مصادره فوری و بدون پرداخت قرامت چنین بیمارستانهایی سوم بحران کرونا این را نیز نشان داد که کدام اخشار و لایه های اجتماعی در شمار بهرهمندان از نعمات و سروت های اجتماعی قرار دارند و کدام بخش های جامعه برای ادامه حیات آن غیر قابل چشم پوشیند. جامعه از قبل تعطیلی مجلس و توقف همایش های سلبریتی نه تنها هیچ ضربه‌ای متحمل نمی شود بلکه در غیاب این لایه مفتخور هم به روال عادی زندگی خود ادامه می دهد و هم به روی کردهای تازه از قبیل مطالعه رو می کند که غنای فرهنگی بیشتر جامعه را به همراه خواهد داشت در مقابل بدون کار پزشکان و پرستاران و پاکبانان و رانندگان و کارگران کشاورزی و تولید کنندگان قند و شکر و الکل و ماسک و دهارشتی تولیدی حیاتی دیگر جامعه در کوتاهترین مدت از هم فرو خواهد پاشید نفع عمومی جامعه در برقراری تبعیض مثبت به نفع توده زحمتکشان است آنجا که امکانات و تجهیزات مقابله با ویروس به اندازه کافی در دسترس همگان قرار ندارند نخست این توده های زحمت کشند که در کنار کودکان و سالخوردگان باید از چنین امکاناتی برخوردار باشند اگر قرار باشد این امکانات از کسانی دریق شود این کسان همان انگل جامعه اند و نه انبوه تولید کنندگان چهارم بحران کرونا به طور اجتناب ناپذیری تعطیلی فعالیت تولیدی و خدماتی در مجموعه از رشته ها را به دنبال خواهد داشت پرداخت حقوق به این توده ها نباید متوقف شود مسئولیت نهایی تأمین زندگی این توده ها بر عهده دولت است اکثریت عظیمی از این توده ها در منازل اجاره ای زندگی می کنند. توقف در پرداخت اجاره بهای دوران بحران کرونا امری است حیاتی. پنجم آب، برق، گاز و تلفن باید تا زمان رفع وضعیت بحرانی به طور رایگان در اختیار اخشار و لایه های آسیب دیده از بحران قرار بگیرند و در عرصه میدانی اساس سیاست کمونیستی در عرصه میدانی برای مقابله با وضعیت بحرانی کنونی باید بر ابتکارات توده‌ای در محل استوار باشد چون این ابتکاراتی تا همین امروز نیز به گونه خود جوش در حال ظهورند گسترش تقویت و تحکیم این ابتکارات از اهم وظایف کمونیستا در دوری کنونی است تشکیل پویش های محلی برای ضد عفونی کردن معابر و اماکن عمومی تشکیل کمیته های خرید از میان جوانان محل برای سازماندهی امر تأمین مایحتاج روزمره برای سالمندان از طریق جمعآوری لیست نیازمندی های آنان و تهیه و تحویل آن تشکیل تیم های شناسایی خانواده ها و افراد فاقد امکانات رسانه و مکاتباتی و سرزدن مرتب به این خانواده ها و اطلاع رسانی در زمینه وضعیت سلامتی آنان به ارگان های مسئول شناسایی محتکرین اقلام مورد نیاز پزشکی و بهداشتی رسانه ای کردن و در صورت لزوم مصادره این امکانات و به کار گرفتن آن در جهت مقابله با بحران تشکیل گروه های تهیه ماسک و سایر اقلام اولیه درخواست مواد اولیه برای تهیه این اقلام از ارگان های مسئول می توانند بخش از این ابتکارات توده ای را تشکیل دهند ابتکاراتی که هم به تقویت همبستگی اجتماعی یاری رسانده و هم تأکیدی خواهند بود بر نقش مسئولانی کمونیستا در مواجهه با مسائب اجتماعی رفقا لحظه کنونی لحظه ایست تاریخی در چنین نقطه عطفی است که نیروهای زاینده نظم نوین و انسانی آینده می توانند شایستگی و صلاحیت خود در اداره امر جامعه را در بوته آزمایش قرار دهند یا این مساف را میپذیریم و درهای آینده روشن را به سوی خود و جامعه باز میکنیم یا به نظار گرانی غمخار اما بی تأثیر در مسیری فاجعه بار تنزل خواهیم یافت انتخابی است روشن این انتخاب است که یک کمونیست واقعی را از یک مدعی پر ادعای کمونیسم متمایز می تدارک کمونیستی جنبش برای سازمان یابی حزب پرورتاریا 24 اسفند ماه 1398 14 مارس 2020